بعد از اینکه دیدم ویدیوی آیات شیطانی تعداد زیادی ویو گرفته، تصمیم گرفتم ویدیوهای بیشتری در مورد کتاب‌های ممنوعی مثل آیات شیطانی و کتاب 23 سال علی دشتی بسازم. علی دشتی توی کتاب 23 سال سعی کرده یک نظریه خیلی متحورانه و جدید در مورد اسلام و شخصیت محمد ارائه کنه که به دور از خرافات و عقاید غیر منطقیه. اما یادتون باشه که هرچی من ازش سر در بیارم، شما هم ازش سر در میارید. درباره محمد کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی نوشته شده و بیش از هر شخصیت تاریخی در موردش مطلب، کتاب و روایت وجود داره. اما به جرئت میتونیم بگیم که تا به حال یک چهره واقعی از محمد توی هیچ کتابی ترسیم نشده. در مورد محمد گفتن که در یک ماهگی حرف میزد، در سه ماهگی راه میرفت، در چهار ماهگی میدوید و در نه ماهگی تیر میانداخت. اگر این درست باشه، پس چرا مردم مکه در کودکی محمد شروع نکردن به پرستش محمد اگر یک همچین معجزه‌ای تو زندگیش وجود داشته؟ و خب اگر تاریخ رو مطالعه کنیم، میبینیم که قبل از بعثت محمد هیچ مطلبی در مورد محمد وجود نداره. بذارید یه مثال دیگه بزنم. در قرآن در مورد معراج محمد اینطور نوشته شده که خداوند منزه است، خدایی که بندهش رو شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر داد تا آیات خود را به او نشان دهد. این سیر میتونه معنی سیر معنوی و سلوک درونی باشه. معمولا آدمایی که درون خودشون فرو میرن و به گریبان خودشون فرو میرن، سیر و سلوک معنوی درون خودشون میکنن و به نتایجی میرسن، یک چیزایی رو کشف میکنن، بهش میگن کشف شهود. ولی مفسرهایی که میخواستن این آیه رو تفسیر کنن، مفسرهایی که در زمانهای خیلی دور زندگی میکردن، شروع کردن به گفتن یه داستانهایی. به طور مثال یکی شو براتون میگم. میگه که جبرئیل با یک شتر بالدار اومد و حضرت محمد رو از مسجد الحرام برداشت و برد مسجد الاقصا و بعد از نماز محمد رو به طبقه اول آسمان برد و دربان پرسید که کیست؟ گفت محمد. گفت آیا احضار شده است؟ و بعد وارد میشن و بعد میرن طبقه بعدی، طبقه بعدی تا چند طبقه رو میگذرن و سوالای رو جواب میدن و بعد میرن مثلا پیش درخت صدرت المنتها که اندازه برگ‌هاش به اندازه گوش فیل آویزانه و اینا، و بعد حالا میرن یعنی مثلا خدا رو میدن. ولی میخوام چی بگم؟ یعنی نویسنده میخواد چی بگه؟ نویسنده میخواد بگه که این قصه ها و اون تفاسیر بر اساس اون تفکری که اون آدم خودشون داشتن نوشته شده. یعنی مثلا فرض کنید توی اون زمان وسیله سفر مرکب و شتر بوده و بعد در نهایت برای این شتر دو تا بال هم تصور کردن که بتونن مثلا اینو محمد رو ببرن به آسمون با این شتر. و خب نشون میده که اینا همش بر اساس اون تفکر آدمای اون دوره نوشته شده. یعنی مثلا اینکه خدا یه سری لایه‌هایی داره کاخش و محل زندگیش و بعد دربان‌هایی داره و بعد اینا میپرسن که مثلا کی میخواد وارد بشه فلان، اینا همانند کردن سیستم خداوندی به سیستم شاه و درباریه که اون زمان در تعقل اون آدما وجود داشته. و خب این نشون میده که منطقی نیست. اگر خدا قرار بوده که محمد رو ببره بهش یه سری چیزا نشون بده و این اتفاق بزرگترین اتفاق عالم بوده، چرا مثلا اون فرشته ها نباید بدونن که محمد قراره بیاد و در رو باز کنن و چرا باید سوال کنن ازش؟ خب و اینا خودش همون نقطه های تناقضه و اینکه نشون میده که اینا چقدر عقل کودکانه و خورد اون آدمایی بوده که میخواستن تفسیر کنن و بس از خودشون این داستان ها رو فکر کردن و تصور کردن. در بین تمام افراد برجسته تاریخ مثل اردشیر بابکان و اسکندر مقدونی و خیلی دیگه، محمد بی نظیر و بی همتا بوده. به این خاطر که اون افراد همشون از پشتوانه‌های مالی و نظامی و مردم زیادی برخوردار بودن، ولی محمد تنها پا به عرصه تاریخ گذاشت و یه انقلاب بزرگ رو درست کرد. تنها لنین در قرن اخیر تونست
با رهبری نهضتش از خارج از کشور، منظورم روسیه است، و با توجه به شرایط سختی که روسیه داشت از نظر جغرافیایی، تونست پیروز بشه و یه مقداری حرکت لنین شبیه به حرکت محمد میتونه باشه، ولی بازم قابل مقایسه نیست، چون لنین از صدها هزار ناراضی و مخالف حکومت تزاری روسیه برخوردار بود و شرایط بهتری داشت از این لحاظ که میتونست ارتباطات زیادی داشته باشه در قرن اخیر. اما محمد تنها بود و تعداد کسایی هم که ازش پیروی میکردن خیلی کم بودن در ابتدا و اصلا قابل مقایسه با هیچ کسی در تاریخ بشر نیست. به صورت طبیعی هر فرد بزرگ یا هر مصلحی که میمیره بعدش بدیاش فراموش میشه و خوبیاشو برجسته میکنن و یک گروهی از روشنفکرهای جامعه هم که دنبال حقیقت‌جویی و اصلاح جامعه شروع میکنن به تعریف کردن، تمجید کردن از اون آدم بزرگ، و یه گروه از ضعیفان و مستمندان هم که به خاطر اینکه ناراضی هستن، نارضایتی دارن نسبت به جامعه، میرن گرد اون آدم جمع میشن و آروم آروم یک گروهی دنبال رو پیدا میکنه. این اتفاق برای هر آدم بزرگی میفته. در مسائل علمی و عقلانی همیشه یک علتی برای پدیده ها وجود داره و یک رابطه علی بین علت و معلول وجود داره. به طور مثال آتش میسوزونه و آفتاب و نور گرما میده، اما چه رابطه ای بین شکستن طاق کسری در ایران و به دنیا اومدن یک کودک در بیابانهای عربستان وجود داره؟ چرا باید مردم ایران با دیدن شکستن طاق کسری به این پی میبردن که یک کودکی در بیابان به دنیا اومده که 40 سال بعد قرار پیامبر بشه و سرنوشت اونا رو تغییر بده؟ در صورتی که شکستن طاق کسری فقط میتونه ارتباط داشته باشه با نشست کردن زمین زیرین اون منطقه و اون مکان و سیر در تحولات عربستان قبل از بعثت نشون میده که محمد خودش هم از بعثتش خبر نداشته. علی دشتی میگه که عقایدی که در بچگی به آدما داده میشه در عمق ذهنشون و در ناخودآگاهشون نقش میبنده و در بزرگسالی اون آدما همیشه سعی میکنن هر پدیده ای رو، هر اتفاقی رو با اون عقاید بیسیکی که از بچگی یاد گرفتن منطبق کنن. من یه ویدیویی درباره ذهن، عقاید و افکار و اینکه چطوری این افکار به صورت زنجیرهایی از عصب در پشت ذهن انسان به هم زنجیر میشن و به صورت علت و معلولی پشت سر هم قرار میگیرن درست کردم که لینکشو این بالا قرار میدم. این ویدیو علمیه ولی به زبان ساده گفتم که هر کسی بتونه بفهمه. میتونیم این ویدیو رو ببینیم و در اون ویدیو به صورت عملی اومدم پاکسازی ذهنی با یه نفر انجام دادم و میتونید اینو ببینید و یاد بگیرید. و در آخر هم اگر از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارین ویدیوهای بیشتری در مورد کتابای ممنوعه ببینین، من تو این شبکه ویدیوهای درباره کتاب آیات شیطانی و همین کتاب 23 سال بازم آپلود میکنم و میتونید این شبکه رو سابسکرایب کنید. و اگه دوست دارید این ویدیو رو مردم بیشتر ببینن میتونید این ویدیو رو لایک کنید تا به افراد بیشتری توصیه بشه. دو تا ویدیو که مربوط به همین موضوع میشه رو اینجا قرار میدم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.